سلام دوستان، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به ویدیوی من. شان هستم و توی این ویدیو ما قراره موزیک رها از مهراد تیتانو با هم یاد بگیریم. موزیک فوق‌العاده باحال و اینکه من لینکشو خب همیشه لینک آهنگایی که میزنم، هم فینگر استایل هم آموزش‌های آهنگایی که دارم، لینک موزیک خودش این پایین براتون میذارم، چه توی اسپاتیفای باشه چه توی خود یوتیوب باشه براتون میذارم که برید گوش کنید و از هارد دیست هم یه حمایتی بشه. و اینکه این موزیک خیلی باحاله، من به این موزیک رو من تقسیم میکنم به دو بخش، یه بخش که آکورد و ریتمه و بخش اینترو رو با هم دیگه یاد میگیریم و بعدش میریم سراغ آکورد و ریتم موزیک. و اگه میخواید کاملش رو ببینید، کاملش رو من توی اینستاگرام هم پست میکنم، کامل این موزیکایی که با آکورد و ایناست رو یاد میدم اینا رو توی اینستاگرام پست میکنم کامل. البته کامل نه، حدود یه دقیقه که قشنگ اونجا هم نشون میدم که چه ریتمی و چه آکوردی باید زده بشه و اینکه نحوه خوندنش چجوریه. پس اونجا هم اگه من دنبال کنید ممنونتون میشم، همچنین که میتونید اونجا هم برای اینکه مشکلی توی نواختن یا آکوردها یا تو هر چیزی هست تبلیچر میتونید توی اینستاگرام به پیام بدید. حتما اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایکش کنید و به دوستانتون معرفی کنید و اینکه یه کامنت انگلیسی حتما برام بذارید تا سابسکرایباتون نریزه، ممنونتون میشم. فقط یه اتفاقی که افتاده، من قبل از اینکه بریم سراغ آموزش بگم بهتون، یه اتفاقی افتاده مثل اینکه یوتیوب آی پی آی ایران رو تشخیص داده و کسایی که از فیلتر شکنای ضعیفی استفاده میکنن یوتیوب اینا رو میشناسه و به عنوان ایرانی معرفی میکنه و براشون تبلیغ نمایش داده نمیشه. پس یه لطفی اگه کنید، و فعلا که حالا من به اون مرحله نرسیدم که مانیتایز بشم، ولی کسانی هستن که واقعا از این راه دارن کسب درآمد میکنن و براتون تولید محتوا میکنن، خیلی از یوتیوبرهای ایرانی. پس اگه لطف کنید از فیلتر شکنای خوب استفاده کنید تا حداقل اونها هم حمایت بشن از این طریق، خیلی ممنونتون میشم و این فرهنگو جا بندازیم توی ایران. و اینکه حتما زیر همین ویدیو برای من بنویسید که چه موزیکایی دوست دارید براتون آموزش رو بذارم به این صورت. و خیلی حرف زدم، بریم سراغ آموزش. خب بچه، اینترو کار به این شکله. پایین تبلیچر نمایش شده میشه، من فقط میزنم و چند بار آهسته براتون میزنم که خودتون راحت متوجه میشید. نکته خاصی داشت بهتون میگم. این یه تیکش رو باید تمرین کنیم. دو سه پول آف میشه، سه رو فرد دو، فرد سه، باشی دو رو فرد سه هست میشه و دوباره آزاده یک. قسمت بعدی اینجا اول ضربه دوتا سیم یک و شیش با هم زده میشه و پول آف انجام میشه و بعد سیم دو و بعد همون سیم یک فرده ها، دوباره سیم دو میشه و
بگیم که این هم قبلی است و خب این از اینترو. بریم سراغ آکورد و ریتم. چهار تا آکورد داره این موزیک. آکورد اول می ماژور، می ماژوری که دیگه 100% بلدید. اگه بلد نیستید حتما ویدیو قبلی من رو نگاه کنید. می ماژور، انگشت یک فرد یک سیم سه، انگشت دو فرد دو سیم پنج و انگشت سه فرد دو سیم چهار. و بعد آکورد سول ماژور، انگشت یک مون باره سه رو میگیره، انگشت دو فرد چهار سیم سه و انگشت سه مون فرد پنج سیم پنج و انگشت چهار مون هم فرد پنج سیم چهار. آکورد بعدی لا ماژور، همونو دو تا پرده میریم جلو، دو تا فرد یعنی. و بعد آکورد بعدی لا مینور، این انگشتمونو برمیداریم میشه لا مینور. خب این آکورد برای کسایی که بخوان یکم ریتم حرفه‌ای تر بزنن، برای اینکه میتونن با تکنیک خفه کردن دست چپ استفاده کنن توش. اگه بلد نیستید خفه کردن با دست چپ رو، حتما حتما ویدیو من رو ببینید، ویدیو گذاشتم راجبش و توضیح دادم. اگر کسایی که هنوز باره رو یاد نگرفتن میخوان این موزیک رو بزنن، خب می ماژور، بعد میتونن از سول ماژور اینجا استفاده کنن، به جای این سول ماژور بیان این سول ماژور سر به سر بزنن و بعد بیان روی لا ماژور و بعد بیان روی لا مینور. موزیک که با این قسمت شروع میشه، بعد از اینکه اینترو میزنیم یه حالت فوسه داره که خیلی هم سخته، خیلی نوت ادا کردن اون نوت سخته، واقعا دارم میگم. من سعی میکنم عادی بخونم. روش میتونید بخونید، فوسش هم دیگه خیلی سخت میشه. آکورد اول می ماژور، سول ماژور و بعد می روی لا ماژور. خب و بعد یه بار دیگه اینو میزنیم. بعد اینجا شروع میکنه و خوندن. آرزو کردم، نقشه کشیدم، چشمامو بستم، خوابشو دیدم، شغلی سخت نیست، کوهی بلند نیست، دوباره میرفتم، این سخت نیست، وقت نیست. خب ریتم آهنگ، من دو تا ریتم بهتون میگم، یه دونه ریتم عادی و یه دونه ریتم پالمیوتین که واسه یه آکوستی خیلی بالتر میشه. ریتم عادی ما که پایین پایین بالا پایین، پایین پایین بالا پایین، هرچی اضافه کنید برای عوض کردن آکورد. پس یه ریتم عادی بود. حالا بریم برای قسمت کارس کار. این آکوردا تغییر نمیکنه، همین ثابت هست و قسمت کارس کار میتونید به این شکل بزنید. خب
چهار چهارم میشه پایین بالا خفه بالا پایین بالا. پس رو هر آکورد دو بار بزنید این ریتم رو. خب برای کسایی که میخوان روی سر دستن بزنن به این شکل میشه ری ماژور سول ماژور لا ماژور می ماژور ببخشید لا مینور میزنم قسمت پال میوتین یا ریتم مخصوص آکوستیک زنا. البته رو کلاسیک میشه سوار کرد اینو، ولی یه خورده سخت داره دیگه. خب تکنیک پال میوتین که اگه یاد نگرفتید یا بلد نیستید ویدیوش هست توی چنل، براتون میذارم بالا برید ببینید حتما. قسمت اما اول بعد از اینکه ریتم ما چیه؟ دقت کنین. البته با پیک بزنید بهتره. شکلش این پایین براتون میگشتم چون واقعا خیلی سخته بخوام بگم این ریتما چجوریه، مثلا پایین بالا پایین بالا ایناشو بگم. شکلش براتون این پایین میگشتم، از روی شکل دونه دونه بزنید و این دست من رو کنید و فکر کنم را میفته. پس برای قسمت اول و همون قسمتی که آرزو کردم نقش کشیدم خوابش دیدم و بعد میره تو قسمت کارس، میتونید از حالت پال میوتین در بیارید و انرژی به موزیک بدید. پس میشه تو ریتم کارس ما از تکنیک خفه کردن با دست چپ استفاده میکنیم. تو الان استفاده نمیکنیم چون داشتیم پال میوتین میزدیم. البته بازم استفاده میکردیم الان که دارم میزنم، ولی خیلی کم بود. الان مشهوده
بس دقت کنید، برای تمام قسمت های آهنگ میتونید از این ریتم و همین آکوردها استفاده کنید. خب امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید و خوشتون اومده باشه. خیلی ممنون که از من حمایت میکنید و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون باشه.